هزاران تن از شیعیان افغانستان و مهاجرین این کشور مقیم ایران که خواهان شرکت در مراسم اربعین در شهر مقدس کربلا بودند با ممانعت سفر در مرز شلمچه روبرو شدند. بر اساس گزارش ها در میان این زائران زنان، کودکان و کهنسالان نیز هستند. سال گذشته هم زائران افغانستانی با مشکلات مشابهی روبرو شده بودند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مقدس کربلا و مراسم اربعین حسینی آرزوی هر مؤمن آزاده و به ویژه شیعیان جهان است. امسال نیز همانند سالیان گذشته میلیون ها عاشق امام حسین علیه السلام قرار است در این مراسم شرکت نموده و با آرمان های والای سید الشهدا تجدید میثاق نمایند. شرکت در مراسم اربعین در شهر مقدس کربلا اما برای شیعیان افغانستان گذشتن از هفت خان رستم شده است. شیعیان افغانستان امسال تحت حاکمیت گروه طالبان در بدترین وضعیت قرار دارند. به رغم همه مشکلات از جمله فقر شدید اقتصادی، هزاران زائر شیعه از افغانستان و مهاجرین مقیم ایران خود را تا مرز شلمچه رساندند، اما به دلیلی اجازه سفر نیافتند. در این ویدیو که در دسترس رسانه ها قرار گرفته در روز سه‌شنبه هفتم شهریور نشان می دهد که هزاران زائر افغانستانی در مرز شلمچه ماندند و به آنها اجازه سفر به عراق داده نشده است. برخی از زائران ادعا می کنند که حتی مورد ضرب و شتم و بدرفتاری هم قرار گرفتند. این در حالی است که امسال دولت عراق برای تسهیل زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام صدور ویزا را برای شهروندان چهار کشور از جمله افغانستان رایگان اعلام کرد. جلوگیری و ممانعت از سفر برای زائران افغانستانی در حالی صورت می‌گیرد که مراجع تقلید برای تسهیل زیارت زائران اربعین حتی بر الگوگیری از غیر مسلمانان تأکید می‌کنند. حضرت آیت الله العظمی شیرازی در سخنرانی شام قریبان سال جاری فرمودند خدای متعال در قرآن کریم مسلمانان را به آموختن بعضی صفات غیر مسلمانان توصیه می‌کند و در راه زیارت اربعین نیز باید برخی چیزها را از غیر مسلمانان آموخت. گروهی از غیر مسلمانان برای برخی از مناسبت‌های دینی خود تسهیلات فوق‌العاده‌ای از جمله رایگان شدن ویزا و گذرنامه و ارزان شدن هتل و سایر نیازهای شرکت کنندگان را در نظر می‌گیرند. آیت الله العظمی شیرازی همچنین ضمن توصیه به اهتمام همه جانبه برای تأمین تمامی مسائل مورد نیاز زیارت اربعین امام حسین فرمودند با مطالبه گری های مکرر برای رایگان شدن حمل و نقل و آنچه به زیارت اربعین مربوط است باید تلاش شود. زائران و شیعیان افغانستان در حالی امسال با مشکلات و ممانعت از ورود در مرز ایران به عراق مواجه شدند که سال گذشته هم هزاران تن از شهروندان افغانستان که خواهان شرکت در مشایع عظیم حسینی و زیارت اربعین بودند به دلیل ممانعت از سفر نتوانستند به مراسم زیارت اربعین برسند. امسال وزارت کشور و اداره مهاجرت ایران برای شهروندان خارجی مقیم در این کشور که ویزای یک بار ورود دارند و خواهان شرکت در مراسم اربعین هستند هشدار داده که در راه برگشت بدون مجوز نمایندگی های این کشور حق ورود ندارند. این هشدار هزاران زائر امام حسین علیه السلام را مایوس و ناامید کرده و ممکن است مانع شرکت و حضور آنان در مراسم بزرگ اربعین گردد. علی اکبری، اخبار شیعه. محمد کبیر طاهری تیموریان رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل با ما همراه هستند. آقای تیموریان سلام عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله. بزرگوارین. آقای تیموریان چه دلیل وجود داره که شیعیان افغانستان همه ساله با مشکلات سفر در راه اربعین به ویژه در مرز شلمچه مواجه میشن؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت تمام همکاران شما و شیعان جهان، بالخصوص دوستداران اهل بیت امام حسین علیه السلام، خدمت شما که
دلایل مختلفی است، از جمله عدم موجودیت نمایندگی سیاسی کشور عراق در افغانستان، و ما به موقع نمیتونیم که ویزه عراق فراهم بسازیم برای زائرین امام حسین علیه السلام بناهن. و دلیل دومیش این است که فقری که موجود است، و از یک طرف ما به موقع ویزه را نمیتونیم، و دومیش که مصارفی که موجود است، زائرین کوشش میکنن که از طریقی که ارزانتر برای از اونا تمام شود خود برسانن به کربلای معلا. یکی از دلایلش همی است. و دلیل دیگه ای است که امسال اگرچه که ویزای اربعینی از طرف کشور عراق مجانی است و ویزای اربعینی از طرف جمهوری اسلامی ایران هم مجانی است، باز هم عدم آگاهی زائرین ابا عبدالله امام حسین علیه السلام که رفتن با مشکل خورد. آقای تیموریان؟ بله، در حالی که عراق برای سهولت زائران اربعین ویزای رایگان صادر کرده، عدم همکاری و ممانعت مرزبانان ایرانی به چه معناست؟ بفرمایید. خدمت عرض شود که محترم، ما با وجود هشدارهای متعدد که از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران داده شده و از طرف اتحادیه اتباط عالیات برای زائرین داده شده که بدون ویزا سفر نکنن، عدم آگاهی از قوانین است. بعضی زائرین ما بدون ویزا سفر کردند. با وجودی که جمهوری اسلامی ایران امسال هم ویزایش مجانی است و جمهوری اسلامی عراق هم ویزایش مجانی است. بدون عدم آگاهی اینا، با وجودی که ما هشدارهای متعدد مکرر ما هشدار دادیم که بدون ویزا سفر نکنند، باز هم بدون ویزا امسال اینا سفر کردن و در مرز به مشکل خوردن. یعنی هیچ گونه امسال محدودیت در قسمت صدور ویزای ایران، ویزای دوبار ورودی ایران و ویزای اربعینی ایران نیست، هیچ گونه مشکلی نیست. اما باز هم یک تعداد زیادی زائرین ما بدون ویزا سفر کردن و با وجودی که از طرف جمهوری اسلامی ایران مشخص شده مرز که باید زائرینی که از داخل افغانستان سفر میکنن به اطلاعات عالیات باید از مرز جذابه داخل عراق شوند، اما این زائرین ما همین هشدارها را نادیده گرفته و مرز کلمچه رفتن بدون ویزا و این مشکل خوردن. تشکر میکنم از شما آقای تیموریان. محمد کبیر طاهری تیموریان، رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان، از کابل با ما همراه بودند.